امروز مصادف است با روز 8 سوریه روز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی وقت در افغانستان. در 8 سور مجاهدین توانستند حکومت دکتر نجیب الله را که ادامه رژیم کمونیستی در کابل بود شکستند و پایتخت را تصرف نمایند. مردم افغانستان این روز را به نام روز پیروزی یاد کردند و آن را جشن گرفتند. اما دیری نگذشت که کابل و میدان جنگ بین احزاب جهادی تبدیل شد. از این روز طی محفلی با حضور جمعی از ارکان دولتی، فرماندهان جهادی و فعالین جامعه مدنی در هرات تجلیل به عمل آمد. محمد آصف رحیمی والی هرات نیز که در این نمایش شرکت کرده بود، پیروزی 8 سور را مردم افغانستان تبریک میگوید و ابراز امیدواری میکند تا بتوانند افغانستان آری از جنگ را به نسلهای بعدی تحویل دهند. به همه مردم افغانستان، به همه مجاهدین افغانستان، به همه علمای افغانستان، در مجموع همه مردم شریف افغانستان تبریک میگم این روز و امیدوار هستیم که انشاءالله روزی برسه که افغانستان، افغانستان سربلند، افغانستان صلح‌آمیز و افغانستان مرفه و آباد به نسل‌های آینده خود انشاءالله تحویل بدیم. والی ایراد جنگ و خونریزی را راه حل نمی داند و از مخالفان مسلح می خواهد تا پیش شرط های شورای عالی صلح را بپذیرند و پای میز مذاکره بنشینند. 40 سال است که در آتش جنگ می سوزم. متاسفانه بهانه های مختلف، یا حضور خارجی ها بهانه است، یا حضور یک حکومت خاصی بهانه است و یک شکل و یک شکل دیگی، اما بیاین که با هم در مجموع یک تحقیق بکنیم، یک تحلیل بکنیم که چرا ما 40 سال این جنگ خانمانسوز در کشور ما دوام کرده. مخالفین مسلح باید فکر بکنن که دوام جنگ فقط و فقط باعث خونریزی، باعث گرفتن جوانان ما، باعث فرار جوانان از این ملک، باعث تباهی و بربادی میشه. راهی را که شورای صلح افغانستان و حکومت افغانستان پیشنهاد کرده راهی بسیار معقول است. هیچ پیش شرط وجود ندارند. مذاکره اگر 100 سال دیگه هم بجنگن، سالهای متمادی قربانی بگیرن از مردم، نهایتش این خواد بود که به میز مذاکره بشینن. فرمانده پایگاه 207 ارتش نیز میگوید که طالبان مسلح توانایی فعالیت های تخریبی را در این حوزه ندارند و همچنان جنگ کنونی را تنها راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب میخواند. به این خاطر بر شما اطمینان میتن که مردم با ما هست، مردم زون غرب، مردم با فرهنگ زون غرب، به خصوص ولایت ایران همیشه با نظامی های خود دو شاد و شرکت میکنه، از ما حمایت میکنه و ما سپاسگزاری میکنم از تمام رسانه های عزیز، جوان های عزیز، جامعه مدنی خود، علما، بزرگا، شورای ولایتی و پارلمان افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان که در راستش جناب رئیس جمهور و سرقومندان علای پای مسئله افغانستان قرار داره، ما را حمایت میکنند. بر شما حمایت، بر شما اطمینان میتونم که هیچ وقت مخالفین ما، مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کسایی که از بیرون تمویل میشن، کمک میشن، انشاءالله هیچ چیز کردن نمیتونن. تلفات در بادخیز چقدر است؟ با این حال مسئولان در فرماندهی زون 606 انصار نیز مخالفان مسلح را ناتوان میخوانند و از آنان میخواهند تا به پروسه صلح یک جا و در غیر آن با نیروهای امنیتی مقابل خواهند شد. کنفرانسی که در کابل بود و بسته پیشنهادی صلح از طرف دولت وحدت ملی به ایراد شد و ابلاغ شد که ما باید بیاین در فضای صلح و اخوت برادری در کنار هم دیگر باشیم. ولی هر کس که به دولت ما و به صدای مردم عزیز افغانستان لبیک بگه، ما از وای ماد میکنیم و کسی که خواسته باشه جنگ بکنه، ما با وای جنگ میکنیم و خاطر تطبیق قانون، تنفیذ قانون، عدالت اجتماعی در کشور. از واقعه 8 سور تا کنون سالها میگذرد و این پیروزی حاصل سالهای سادگی و مبارزه افغانها بوده است. از این روز هم سالت محافل مختلفی تجلیل و عمل میآید.